هر روز سری کار باید انجام بدی، می‌نویسم رو کاغذ میندازن تو خونت. من باید چیکار کنم؟ حواست باشه عقب نمونی. شهرک علی حضرتی کارگردان تازه کاری که تصمیم گرفته یه کار نو تو سینما ایران بکنه. داستان از جایی شروع میشه که پسر جوونی به اسم نوید فلاحتی که به عشق سینما حاضر هر کاری بکنه، شانس سر خونه‌شو زده و یه کارگردان به نام میخواد ازش تست بازیگری بگیره. اما برای رسیدن به این نقش و حضور در این فیلم باید شرایط ویژه تمرین و قرارداد سختی ببنده. اما چه شرایطی؟ باید چند ماه تو شهرکی که کاملا ایزوله شده زندگی کنه، که البته اونجا تنها نیست. ارتباط فقط از طریق دیالوگای یکی از قبل طراحی شده و داستان از جای جالب تر میشه که نوید عاشق دختری تو همون شهرک میشه. راستش تا حالا همچین چیزی تو هیچ فیلم و سریال ایرانی ندیدم. کاملا مشخص که علی حضرتی فیلم خارجی زیاد میبینه و زودم تحت تاثیر قرار میگیره، چون خودش اعتراف کرده که یه تقلیدایی از سریال محبوب و معروف بازی مرکب داشته، همون اسکوئید گیم خودمونه میگه. ولی خب شاید از خودتون بپرسید یه همچین فیلم خاص و یونیکی چرا سر صدای نکرده و خیلی چرا خاموش جلو رفته. دلیلش چیزی نیست جز کارگردانی ضعیف در بستر داستانی که قابلیت‌های زیادی داشت، اما به خاطر ندونم کاری و تیم ضعیفش تبدیل به یه فاجعه شد. ضرب آهنگ کن محدود کردن فیلم به عشق دختر پسری اون رو متداول و تکراری کرد، با اینکه میتونست اون حالت معماگونه و مرموز رو حفظ کنه و ما رو یکی دو ساعت درگیر خودش کنه. در واقع مرموز هست اما پیوسته و تکراری، یعنی چالش نمیذاره برات، فقط یکی دو تا سوال برات میسازه و تا آخر فیلم با همونا تو رو میکشونه. یعنی فیلم تیزرش تموم میشه، فیلم همونجا تموم میشه. اینقدر فاجعه است. من فقط وظیفه خودم دیدم بیام بگم نرید ببینید. پول که علف خرس نیست که هر جا خرجش کنی، به سختی به دست میاد. کلی فیلم خوب تو همین چنل معرفی کردم، برو یکی از همونا رو ببین. اگرم سابسکرایب نکردی به خاطر لطفی که بهت کردم، الان وقتشو جبران کنی و لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا بعد خدا نگهدار رفیق.